Mishnah Daf Mem Gimel from Mem Bet Amud Bet. Hamodar Hanaam Chavero Lo Yash Ilenu Velo Yish Al Mimenu Lo Yalvenu Velo Yilve Mimenu Lo Yi Velo Yimkor Lo Velo Yikach Mimenu. کسی که مودار حنا کرده من خبرو گفته تو از من حنا نمیتونی ببری، نمیتونه لویش ایلنو، نمیتونه بهش ازش قرض بکنه، لویش ال میمنو نمیتونه بهش قمصد، لویش ایلنو نمیتونه قرض بده و لویش ال میمنو نمیتونه ازش قرض بکنه، لوی الونو نمیتونه بهش پول قرض بده و لو یلوه میمنو نمیتونه پول ازش قرض بکنه، نمیتونه لو یمکور نمیتونه بهش بفروشه و لو یقخ میمنو نمیتونه ازش خریداری بکنه. گمارا بعدن خواهد پرسید دسته اگه اومده گفته شیمون تو از من حنا نبر، اوکی؟ اگه شیمون بیاد به روبن قرض بده شیمون حنا میبره؟ حنا نمیبره. یا بیاد پول قرض بده، حالا اینجا باید گفته نگفته نماند که لاشون یشئیل روی شعلا رو چی میره؟ روی یه چیزی میره که آدم مثلا حیوان طرف قرض میکنه همون حیوان رو بهش بر میگردونه. لاشون حلوا رو وقتی میره که یه پولی قرض میکنه پول رو میبره خرج میکنه یه پول دیگه به جش بر میگردونه، اوش میگن حلوا. ولی بالم لاین وقتی که داره اینجا شیمون میره قرض میده به روبن، حالا چه پول چه شعلا چه حلوا، اینجا شیمون حنا نمیبره، داره قرض میده به روبن، چرا اون باید آسور باشه؟ سوگمان این سوال رو خواهد پرسید. همینطور نگفته نماند ما قبلا بحث داشتیم وقتی که یه جنس فروخته میشه، درست؟ اگه اومدی گرون خریدی این جنسو، اون وقته که برای خریدار حنا نیست. اگه اومدی ارزون خریدی برای فروشنده حنا نیست. اگه طبق قیمتش خریدی، قیمت معمولی بازار خریدی، برای همه حنا، برای هر دوتا حنا است. ولی اگر این جنس سخت فروش میره، حتی اگه طبق معمولی خریدی، برای فروشنده حنا است. اگه جنس همه جا گیر میاد، اون وقته که یعنی جنسه خیلی راحت فروش میره همه جا گیر میاد، اون وقته که خریدار داره اینجا حنا میبره. سو بارم لاین گمارا میپرسه از ویگو تو ممکیم عمود الف، گمار میپرسه بیش لما لو یلوه نو، من میتونم بفهمم که بهش قرض نده دقامه هنیله، اوکی؟ وقتی که بهش پول قرض میدی روبن میاد به شیمون پول قرض میده، درست؟ وقتی روبن میاد به شیمون پول قرض میده گفته شیمون تا سور از من حنا ببری، اوکی؟ حالا میاد به شیمون پول قرض میده، شیمون داره حنا میبره، اینو میفهمم. ولی الا لو یلوه منو، ولی گفته ازش روبن نره قرض بکنه، باشه خور قرض بکنه واسه بیگ دیل، معقام هنیله، چه حنایی داره اینجا به شیمون میده وقتی میره از شیمون پول قرض میکنه. او ویش لاما لو یلوه منو و لو یقخ منو. گمارا یه سوال دیگه میکنه، حالا فاین، این که میگیم قرض نکنه، درست؟ و نه ولو یقخ منو، ازش نخره، میگیم چرا؟ دقا میتهن نیمینه که با قرض داره چکار میکنه؟ میگیم اوکی، اگه بگیم فاین، یعنی باید میدونی چرا قرض نکن یا ازش خریداری نکن. اینجا داریم در مورد روبن صحبت میکنیم، روبن که گفته شیمون تو از من حنا نبر، اوکی؟ روبن قرض نکن از شیمون یا ازش خریداری نکن. چرا؟ میگیم دقامیتن مینه با اینکه میاد شیمون به تو پول قرض میده، داره شیمون داره حنا میبره، therefore ازش نرو قرض بکن. چرا؟ مثلا
چه طریقه ای که شیمون داره حنا میبره، میاد پولایی که باش پرداخت میکنه پولای مثلا خیلی بهتره، مثلا پول روبن میاد مثلا پنی قرض میکنه، چجور بگم، پولای مثلا درجه دوم پولای کهنه قرض میکنه، وقتی میاد پول رو روبن پس میده به شیمون، میاد اسکناس درجه یک میده. سو اینجا داره به شیمون حنا میده. یا مثلا سهراشو رفته چیکار کرده، ازش رفته خریده، میتونی بگیم آره نگاه بکن این سهرایی سهراییه که اصلا کی میتونست این سهرا رو بفروشه، خیلی سخت فروش میرفته، رفته روبن سهرا رو ازش خریده، خب به شیمون حنا داده، فاین. حالا اگه بخوای اینم بگیم اینم میفهمم، ولی الالو یشعل همنو، این که میگه روبن تو حتی نرو از شیمون قرض بکن، بابا شیمون قرار نیست از روبن حنا ببره، روبن میگه بیا من میرم سگتو بارو میکنم، همون سگه رو بهت برمیگردونم. خب اینجا چه حنایی شیمون میبره این وسط؟ الالو یشعل همنو مقامی تنیمینه، چه حنایی شیمون میبره؟ پول، اوکی، پول درجه دو قرض کردی، پول درجه یک پس میدی، شیمون حنا میبره. زمینش رفتی خریدی؟ فاین، اونم ممکن بود زمینه سخت فروش میرفت، اگه رفتی خریدی به شیمون حنا دادی. ولی این که میگه قرض جنسی نکن، جنس ازش نگیر و پس بده، همون گاوه رو میگیری، همون گاوه رو پس میدی. میفهمید گمارا آمر ربی هستی و ربی خنینا که گنش نادرو حنا زمیزه. دو تا جواب داریم. جواب اول اینه که اینجا ندر دو طرف است، نه فقط روبن از قرار شیمون از روبن حنا ببره، شیمون هم قرار نیست از روبن حنا ببره. It's a two-way street. به خاطر همین داره میگه نه قرض بکن نه قرض بده. اوکی؟ این یه جواب. ابای آمر، ابای میگه نه، گزرا لیشعل میشوم لهشعیل و خن به کولهو گزرا. میگه نگاه بکن، گزرا میکنیم شیمون روبن، روبن ندر کرده گفته شیمون از من حنا نبر، میگیم روبن نرو از شیمون قرض بکن، به خاطری که گرفتی قرض کردی ممکنه بری بهش قرض بدی. اگه بهش قرض دادی، بهش حنا دادی، پر روی قرض کردن گزرا میکنیم، مبادا چی؟ مبادا بره قرض بده. و خن به کولهو، همینطور هم when it comes to a loan میگیم روبن نرو قرض بکن، مبادا قرض بدی. همینطور نرو جنس از این بابا از شیمون بخر، مبادا جنس بهش بفروشی. همه کیسا این is just a گزرا. فاین. میشنه بعدی میفهمید آمر لو هشئیلنی پاراتخا، روبن میاد میگه شیمون این گاوتو به ما قرض بده. عملو اینا پنویا، میگه اویلیبل نیست، این گاو من برای قرض دادن الان مهیا نیست، الان کار باش دارم میکنم. روبن عصبانی میشه میگه آمر قنام سادهی شعنی خورش بال اولام، آسور باشه که من سهرامو با این گاو تو بخوام مثلا شخ بزنم تا ابد. ناراحت میشه که شیمون این گاوشو بهش قرض نداده، ندر میکنه میگه من سهرامو با گاو تو حتی وقتی هم که اویلیبل شد 100 سال من این گاو تو رو استفاده کنم برای شخ زدن زمین من. ایمها یا در کل خروش، میشنو میفرماید اگر این بابا خودش شخ زنه، صحرا که مال خودشه، خودش مثل کارگر روی این صحرا کار میکنه و شخ میزنه، هو آسور و خل آدم موتاریم، خودش آسور شخ بزنه با گاو شیمون، ولی دیگران موتار هستن. مثلا یه کارگر داره، کارگره میره گاو شیمون رو قرض میکنه بعد از اینکه مهیا شد و میره با شخ میزنه برای روبن، that's okay. و ایم این در کل خروش، ولی اگه این روبن ما ندر کننده
این شخم زننده نیست، خودش رو زمین خودش کار نمیکنه، خودش حمال نیست، این کارگر میاره. وقتی ندر کرده گفته چی؟ آسوره که من با این گاو تو زمینم شخ بزنم. منظورش پس چی بوده؟ منظورش بوده که حتی کارگرای من هم نمیتونن این کارو از گاو تو استفاده کنن. هو و خل آدم آسورین. اینجا هم خودش آسوره، هم کارگراش آسورن که از گاو شیمون استفاده کنن برای شخم زدن این صحرا. همودار هنام حورو و این لومه یخل. میشنا ادامه داره ربوتای. شخصی میاد میگه تو آسور از من هنا ببری، بعد میبینه وو طرف غذا نداره بخوره. روبه ندر میکنه شیمون آسور تو از من هنا ببری، بعد میبینه وو شیمون هیچی نداره بخوره، میخواد کمکش کنه. هله خطل حنوانی، ها حنوانی میله پیش مغازه دار و عمر ایش پلونی مودار میمنی هنا. میگه نگاه بکن این شیمون دوست عزیز من مدار هنهاس، من ندر کردم که از من هنها نبره. و اینی یوده یا ما اعسه. حالا این بابا تو سیچویشن بدی قرار گرفته، من نمیدونم چی کار بکنم. و هو نوتن لو اوبا و نوتل میزه. میفرماید میاد مغازه داره قضا میگیره میده به شیمون و بعدن میاد و از روبن کالکت میکنه، پولشو میاد از روبن میگیره. اوکی؟ حالا لیگالی طبق قانون روبن اینجا لازم نیست به مغازه داره پرداخت بکنه. اگر خیوبی وجود داشت که روبن باید پول این مغازه داره رو بده، اون وقتی که داره به شیمون هنها میرسونه، سو این مجاز نمی بود. درست؟ تنها طریقی که میتونیم بگیم که این مجازه وقتیه که مغازه داره اگه پولش گرفت گرفت، نگرفت نگرفت. اون وقتی که میگیم روبن تو به شیمون هنها ندادی، درسته؟ ران به فروشینو میاره اوبا و نوتل میزه، درست؟ پس میره شیمون رو بهش هنا میده، قضا میده، بعد میاد پولشو از روبن میگیره. ولی again there is no خیوف که روبن پول خنوانیه رو بده. It's just a nice thing to do. بهش میده. Another case. هایا به تو لیو نوت. گفته شیمون تو آسور از من هنا ببری. حالا شیمون میخواد خونه بسازه، پول لازم داره. گدرو لیگدور کمک لازم داره. یا میخواد دیوارش ریخته، میخواد دیوار بزنه، ساده هولیقصور صحراشو میخواد درو بکنه، کمک لازم داره شیمون. روبن گفته شیمون تو از من هنها نمیبری یا اوکی. هولخ اتسل اپوالیم. حالا روبن دلش سوخته، میخواد بیاد به شیمون کمک بکنه. میفرماید هولخ اتسل اپوالیم، میره پیش کارگرا و عمر ایش پلونی مودار میمنی هنها و نیوده اما اعسه. میره میگه پیش کارگرا، میگه شما کارگرا نگاه بکنید این شیمون من آسوره از من هنا ببره و بنابراین من نمیم چی کار بکنم، کمک لازم داره. وهن و سینیما، میرن کارگرا کار میکنن برای شیمون. او با این و نوتلین ساخار میزه، میان پور مزدشون از کی میگیرن؟ از روبن. اگه این دریز نو خیوب که روبن بخواد پول این کارگرا رو بده، وگرنه داره به شیمون مستقیما هنا میرسونه. کیس سوم، هایو محل خین و درخ، داشتن در راه میرفتن این روبن و شیمون. و این لو میوخل، میبینه بو شیمون هیچی نداره بخوره. نوتن لخاد لشوم متانا، میتونه بیاد روبن قضا رو هدیه بده به شخص سالس به عنوان هدیه. و حالا موتار با و بعدن شیمون میتونه از این هدیه که روبن داده به شخص سالس بگیره و بخوره، از این هدیه استفاده کنه. و ایم این ایماهم آخر، اومدیم و هیچ شخص دیگه‌ای با این دوتا مسافر روبن و شیمون نبودن. اوکی؟ روبن گفته شیمون از من هنا نمیبری. وسط راه شیمون داره از گشنگی قش میکنه، داره میفته میمیره. میفرماید منیخ على السلا او على الغادر. الان که گفتم میمیره خودم اضافه کردم، اگرم پیغ وقت نفش میبود. رایت.
سو میگه منی اخل السله، روبن میاد غذاها رو قرار میده روی یه صخره، منظور حفقر میکنه، او الگادر یا روی دیوار، و عمر و میگه هرهن مفقاریم لخول میشه یخبات، میگه این اموال حفقره برای هر کس که میخواد، هر کس میخواد از این اموال بیاد و برداره. و حالا نوتل اوخل، شیمون هم از این میوه ها بر میداره و میخوره. شکل متبر برخا میگه و میخوره. و ربیوسی اوسر، ربیوسی میگه این کلک رشدی بازی بازه کنار، یه همچین چیزایی قبول نیست، آسوره که این حفقر بکنه، روبن حفقر کنه و شیمون از حفقر برداریم، بازیار نداریم. اوکی؟ گمارا دلیل ربیوسی رو تو گمارا توضیح خواهد داد. گمار میفهمید اما ربی آخانان مای تما در ربیوسه، دلیل ربیوسی چیه؟ and that's gonna be basically سوال امروزمون اینه که دلیل ربیوسه چیه؟ اوکی؟ پا کیسمون چی بود رباتای؟ اونایی که خواب بودیم روز تنید؟ میفرماید دو نفری دارن تو را میرن، روبن و شیمون، نذر کرده روبن، گفته شیمون از من نمیتونی حنا ببری. اوکی؟ شیمون گشنشه، روبن میذاره غذا رو میذاره رو سنگ، میگه حفقر برای هر کسی که میاد بیاد برداره بخوره، کسی هم اون دور برا نیست، وگرنه خب گفتیم میده دست شخص ثالث. اوکی؟ شیمون بر میداره میخوره. ربیوسی میگه این کلکای رشدی رو نداریم، درزوس چتینگ اینطوری قبول نیست. اوکی؟ کلا شرعیه ربیوسی میگه. اما ربیوخانان میفهمد ربیوخانان مای تما در ربیوسی، طبق تانق ما خب میفهمیم روبن حفقر میکنه شیمون بر میداره، خب میفهمیم، ولی طبق ربیوسی چرا نه؟ میفهمید گمارا قاسا بر حفقر که متانا، ربیوسی هولد میکنه حفقر مثل هدیه دادن میمونه، من متانا عدد اتیا مرشوت نوتن لیرشوت مقبل، همونطوری که هدیه خارج نمیشه از رشوت دهنده تا اینکه وارد رشوت گیرنده بشه، اف حفقر عدد آتی لیرشوت زخه، همینطور هم حفقر از رشوت صاحبش خارج نمیشه تا اینکه وارد رشوت کسی بشه که اونو صاحب میشه. یعنی in other words رشوت حفقر وجود نداره. ربیوسی میگه که تو بیان حفقر بکنی او این حالا این بی صاحب شد، درست؟ حالا شیمون میاد بر میداره، بی صاحبی وجود نداره، همیشه روبن تموم مدت صاحبشه، حتی اگه حفقر میشه، حتی اگه داره اینو حفقر میکنه، درست، هنوز صاحبشه تا یک گیرنده اینو به دست بیاره. بنابراین مثل هدیه، که تامال منه که الان رانشو خواهیم دید. ران میفرماید مثل هدیه چی جوریه؟ هر ثانیه‌ای میتونه طرف بگه آقا من نمیخوام هدیه بدم، تا وقتی که به دست گیرنده نرسیده میتونه هدیه دهنده برگرده و برای خودش برداره، درست؟ اینجا هم همینطور، حفقر که میکنه تا دست گیرنده نرسیده مال دهنده است و من داره بهش حنا میده و بنابراین ایز آسور. Look at the run. Run سه خط از پایین میفرماید متانا عد داتی میرشود نوتن دیرشود مقبل ده ایم آمر هرینی نوتن متانا زول پلونی یا خل اخزور با ادشیگیه لیاد و شلم قبل. اگه گفت من اینا رو هدیه میدم به فلانی، میتونه برگرده تا اینکه برسه به دست گیرنده. اف حفقر عدد آتی لیرشوت زخه، همینطور هم حفقر تا وقتی که برسه به رشوت گیرنده هنوز دست دهنده است. میفهمید ران شعینو یوتسه میرشوت به آلیم ادشیز که بو اخه از رشوت صاحبش خارج نمیشه تا اینکه شخص دیگه اینو چیکار بکنه، سوخه بشه. و ایبایی لمیهدر ماتسی هادر، اگه بخواد برگرده میتونه برگرده،
روبن گذاشت غذا رو رو سنگ، درست؟ گفت این با این برای همه افقر باشه. بعد میگه اوکی یو نو وات، خودم برای خودم برمیدارم. میتونه برگرده برای خودش برداره، ما سیمه هدر، درست؟ سو اینجا هم هنوز تو رشوت خودشه. هیلکاخ کیزاخی به مودار می مدیرقا میتنه، وقتی که در فرشیمون اینو برمیداره داره از روبن هنا میبره. اوکی؟ حالا گمار میفرماید رب ابا ماتیو رب ابا، رب ابا سوال داره، میگه هولدت هیر، تو داری به من میگی که ربی یوسی، این ربی یوسه اینجا هولد میکنه. اوکی؟ سواره ربی یوسه چیه ربو تای؟ تا وقتی که دست گیرنده نرسیده تو رشوت دهنده است. میخوای بگی ربی یوسی اینطوری هولد میکنه؟ ماتیو ربی ابا، ربی ابا قشا میپرسه و حالا نوتل و اوخل. میشنامون گفت چی؟ گفت گیرنده بر میداره و میخوره طبق تانقما. و ربی یوسی، ربی یوسه اوسر، و ربی یوسه میگه نه آسوره، این چی شیمون برداره بخوره. و آمر ربی یوسه، و ربی یوسی تو برایتا توضیح میده حرفی که تو میشنا زده. اماتای کی من میگم آسوره؟ بیزمن شنیدرو قدم لهفقرو، وقتی که اول ندر بوده بعدن اومده اموالشو هفقر کرده. روبن اول اومده ندر کرده شیمون آسوره تو از من هنها ببری، بعدن رفته اموالشو هفقر کرده، ما میگیم این کلای شرعی مورد قبول نیست. در صورتی که اول ایم ها یا هفقرو قدم لنیدرو، ولی اگه اومده هفقر کرده قبل از این که ندر بکنه، اوکی بیوتیفول، اول اومده اموالشو هفقر میکنه، بعدن میگه شیمون تا آسور از من هنا ببری، میگه اوکی هر زه موتار. اوکی ربی ابا، ربی یوسه داره میگه این موتاره. حالا تو به من میخوای بگی دلیل ربی یوسه اینه که شخص جنس از رشوتش بیرون نرفته تا اینکه دست گیرنده برسه، حتی اگه افقر بکنه. سو ای امرت، اگه تو میخوای اینطور بگی، عد دعاتی لیرشوت زخه، تو میخوای بگی که شخص صاحب نمیش از رشوتش بیرون نرفته تا اینکه دست گیرنده برسه. مالی نیدرو قدم لهفقرو، مالی هفقرو قدم لنیدرو، چه فرقی میکنه اول ندر کرده باشه یا اول هفقر کرده باشه؟ بارم لاین، از رشوت شخص بیرون رفته یا نرفته؟ نه، تموم مدت هنوز تو رشوت من بوده تا وقتی که به دست اون برسه. چه اول ندره باشه، چه اول هفقر بکنه، بعد ندره، حتی اگه هفقر کرد. اوکی؟ گفت این هفقر. بعد میاد میگه شیمون آسور تو از من هنا ببری، هنوز دست شیمون نرسیده. بعد میاد شیمون اینو بر میداره، اوکی هنوز تو رشوت روبن هست، وارد رشوت شیمون نشده، پس هنوز باید آسور باشه. پس چرا ربی یوسی میاد تب سره میگه، میگه این که گفتم آسوره فقط اگه اول ندر کرده بعد هفقر کرده، ولی اگه هفقر کرده بعد ندر کرده موتاره. چرا موتاره؟ اگه دلیل ربی یوسه اینه که از رشوت دهنده خارج نمیشه تا وقتی که گیرنده اینو برداره، هنوز باید چی باشه؟ حتی اگه اول افخر کرده باشه بعد ندر کرده باشه، هنوز باید آسور باشه. هو موتیو لا و هو مشانی لا. ربی ابا که سوال پرسیده بود خودش جواب میده، میگه نگاه بکن، کل هنودر اندعتو المه شهیفقیر. خلاصه مختصر و مفید، یعنی نگاه بکن، کسی که ندر میکنه، ندر میکنه اموال من روی تو آسور باشه، رو چیزهایی که قبلش هفقر کرده ندر نمیکنه. اوکی؟ یعنی ما داریم میگیم ربی یوسی واقعا تموم مدت هولد میکنه، بله، هفقر مال صاحبه تا کسی که گیرنده اینو برداره، حرفمون عوض نمی کنیم. اوکی؟ ولی اینجا پس چرا اگه اول اومد و هفقر کرد بعدن ندر کرد میگیم شیمون میتونی برداری غذا رو بخوری؟ میگه با خاطری که اینجا وقتی که اول هفقر کرده بعد ندر کرده، ندر که کرده کمانش روی چیزی که هفقر کرده که نبوده،
کمرش رو اموالی داره که هنوز پیش خودشه، اون چیزی که حفقر کرده دیگه تو فکرش نیست که مال خودشه، بنابراین ندره اصلا خل نمیشه رو چیزی که حفقر کرده، بنابراین شیمون میتونه برداره بخوره. حالا این جوابی که دادیم الان خواهیم دید که این جواب ریجکت میشه. اوکی؟ جواب ربی ابا is going to be rejected. جواب گماره این جواب رو میزنه تو سرش، نابود میکنه. سو بنابراین باید برگردیم یه جواب دیگه پیدا بکنیم که چرا ربی یوسه هولد میکنه که نمیتونی بیای به دوستت غذا رو برسونی، حفقر کنی، اون بابا بیاد از حفقر برداره. چجوری این جواب ریجکت میشه؟ ماتیو رابا. حالا اگه بخوایم طبق گیرسای ران بریم جلو، راش یه گیرسای دیگه داره، گیرسای راش طبق گیرسای گمارا میره جلو، ران طبق گیرسای خودش میره جلو. And let's look at ran, let's follow shita ran and then let's see if there is time to do the rush at the end. Look at ran. هاخی گرسینان، خط چهارم از بالا. هاخی گرسینان دارین؟ اینطوری ما گرس میشیم. ماتیو رابا میقصاتان لریشون و کولان لشنی، شنی زخا لهیشتابت باریشون. اوکی؟ ترجمه یعنی اگه مقداری از اموال مال اول، تموم اموال مال دوم، دومی زوخه میشه که اولی هم حتی غلامشه. یعنی چی؟ او برای تاهی به توصف داد بابا بطرا و هاخی پیروشو. توضیحش اینه، میشه یشلو شنه عبادیم، یه شخصی دوتا غلام داره، مناتن میقصد نخصاب لریشون، میاد قسمتی از اموالشو میده به غلام شماره یک و خرکخ نوتن لشنی، بعد میاد یه قسمی مقداری از اموالشو میده به تموم اموالشو، ساری ناتن اینجا میگه باید بگیم همه اموالو، همه اموالو میده به دومی، مقداری از اموالو داده به اولی، تموم اموالو داده به دومی. لو قنا ریشون، اولی اون مقداری که بهش داده شده صاحب نمیشه. چرا؟ ده دیل ما به گوفه شعیر، به خاطر که وقتی گفته من تموم اموالمو میدم به تو، شاید خود غلامه هم جزوی از اموال است، شاید اینو باقی گذاشته، خود غلامه رو به خودش نداده، مقداری از اموال من مال تو، ولی خودت که غلامی هنوز غلامی. اوکی؟ و بنابراین لوغانا ریشون ده دیل ما به گوفه شعیر و کیوان شعتمو لوغانا نخاسیم نامی لوغانا. و چون که این اولی درست قانون اینه که معش قانا عبد قانا ربو. اوکی؟ غلام اگه چیزی صاحب میشه این اموال مال اربابشه. حالا وقتی به دومی میاد همه رو میده، غلام اولی هم داره میده، سو هر چیزی که غلام اولی صاحب شده میشه مال ارباب دومیه. اوکی؟ حالا اول شنی زاخه به اتما او به نخواستی این به زاخه نمی لیشتبه ادباریشون دلگبه لیکاشیورا، چیزی باقی نذاشته به دومی، همه چیز رو به دومیه داده. حالا و ای امرت دندعتو المعش هیفقیر، برگم سر کیس خودمون، اگه تو میخوای بگی وقتی که طرف داره هف ندر میکنه، دعتش رو اون چیزی که هفقر کرده نیست، چیزی که هفقر کرده کاری بهش ندارم، دارم چیکار میکنم؟ ندر میکنم رو چیزی که الان تورشوت خودمه و میدونم تورشوت خودمه، اون که هفقر شده تورشوت هم نیست. سوها خانامی این دعتو المشناتن که وار، اینجا هم باید بگیم فکرش وقتی که اومده به دومی، به غلام دومی همه اینا رو داده، فکرش رو چیزی که به اولی داده نبوده. تو چرا میگی اولی همه چیزا هیچی صاحب نیست، دومی حتی اولی هم صاحبه؟ آه، پس از اونجایی که ما داریم میگیم که دومی تموم چیزای اولی رم صاحب میشه، اینجا هم باید بگیم که بابا وقتی اومده ندر میکنه، چیزایی هم که حفقر کرده جزو ندرش بوده. همونطوری که تو داری میگی
همونطوری که تو داری میگی، وقتی که میاد میگه اموال من مال این غلام دومی، غلام اولی رو که آردی بشه یه سری اموال داده در بر میگیره، درست؟ همونطور هم وقتی طرف میاد میگه اموال من حفقر، شیمان آسور تو از من حنا ببری، کواناش روی حفقره هم هست. Just like که اینجا اومده یه مقدار that's right و باید هنوز حفقر روی شیمان آسور باشه. پس اینجا بر میگردیم سر سوالمون، چرا ربی یوسی تو میشنا داره میاد میگه اینجا right ربی یوسی میگه چی؟ آسور که بیاد چیکار بکنه؟ آسوری که بیاد لاخیل تمودار علیده افقر، نمیتونه بیاد به شیمون بیاد روبن بگه تو آسور از من حنا ببری، بعد اموالش رو افقر بکنه، بعد شیمون بیاد برداره بره. ربی یوسی گفت نمیتونی این کارو بکنی. Why not؟ حالا باید دلیل جدیدی پیدا بکنیم برای ربی یوسی. Right؟ سو پس بنابراین میپنه ایشانشون کولنشنی مش شنستن کولنشنی عدین شنوده ستم دعتال سر گمه تکور افقر. سو پس یه دلیلی ما الان اوورده بودیم، let's go back. بله ربی یوسی یه دلیل که ما رو خواست بیاره، جوابی که داده بودیم. میدونی چرا ربی یوسی داره میگه شیمون نمیتونه این میبر برداره بخوره که روبن حفقر کرد و گفت حالا شیمون نمیتونه برداره بخوره؟ یه جوابی که داده بودیم چی بود؟ ربی یوسی گفته بود به خاطری که شخص وقتی ایسو افقر میکنه بعد میاد ندر میکنه، فکرش روی افقر نیست. که ما رو الان میگیم یعنی چی که فکرش نیست؟ آف کورس که فکرش هست، فکرش روی افقره هست. وقتی میاد افقر میکنه بعد ناسور میکنه ندر میکنه، فکرش روی حفقر است. پس این جواب ما جواب نیست. بنابراین باید ببینیم که چرا ربی یوسی میگه اینجا روبن حفقر میکنه، شیمون میخواد برداره بخوره، میگه نمیتونه. چرا نمیتونه؟ we have to see why. الا مراوا هاینو تعماد ربی یوسی گزرا میشوم متنت بت خورون. دلیلش چیه؟ گزرا به خاطر متنت بهت خورون. That's the reason که چرا؟ که آسور روبن به این طریقه که گفتیم حفقر بکنه، شیمون بره برداره بخوره، این گزرا میکنیم به خاطر داستان بهت خورون. اوکی؟ داستان بهت خورون چیست؟ یه پدری اومده ندر کرده بوده گفته من پسر از تو حنا نمیبرم. پسره میخواسته عروسی بگیره، پدره رو میخواسته دعوت بکنه، پدرش بیاد عروسی، ولی پدر نمیتونه از پسر حنا ببره. چیکار میکنه؟ یه رفیقشو میگیره میگه نگاه بکن این ماجرا از اینه، من همه اموالو حفقر میکنم میدم به تو، هدیه میدم به تو که پدر من بتونه بیاد چیکار بکنه. بتونه بابا هم میگه اگه این اموال مال منه همش اقدش، اوضاع خراب میشه. یو یاد کیس رایت، کیسش قبلا با هم دیگه خونده بودیم. سو میگه اینجا تو نمیتونی بیای حفقر بکنی اموال تو فقط برای یه نفر. یو کن دو دیس تینگ. حفقر وقتی حفقر میکنی بعد اعلام بکنی همه بدونن که این حفقره. نمیتونی بگه او حفقره که زیر سیبیلی که پدره بیاد یواشکی تو سعوده شرکت بکنه. درست؟ اگه حفقره حقدش هم هست، بابا طرف گفت تمام اموال حقدش. سو اینجا میگیم that's the problem. اینجا میگیم اگه اومدی رفتی گفتی حفقر، درست؟ روبن میگه آسور تو از من حنا ببری، بعد میگه این اموال حفقر میکنه، حفقر برای کی داری میکنه؟ فقط داره برای شیمون حفقر میکنه، بعد شیمون میخواد بیاد اینو برداره بخوره. این میگه ربی یوسی این doesn't work. گزرا به خاطر متنت بهت خورون، طریقه که اومدن اون ماجرای متنت بهت خورون رو راه انداختن. اوکی let's look at the run here رابوتای. الا امر رابا تام در ربی یوسی میشون متنت بهت خورون. امر اومیدینا ودای افیلو لربی یوسی شاری،
ریلی طبق دین گزراست این همش، ولی طبق ربی یوسی واقعا میتونه شیمون حنا ببره، از افقر برداره بخوره. درست شاری دمیخی افقره نفقال میرشوته، چون ثانیهی که افقر میکنه از رشوتش میره بیرون. الا که ایواند انان سهدی دلو افقره الا که دیش ییز که مدار. ولی ما اینجا داریم به چشم خودمون میبینیم که تنها دلیلی که داره اینو افقر میکنه چیه؟ که شیمانی که روش ندر کرده بیاد و حنا ببره. ای شارینان ل آتی ل میشر افیلو هی خاده آمر به فروش، اگه بیان براش مجاز بکنیم اون وقت فردا روز ممکنه حتی طرف بیاد به فروش بیاد بگه، یعنی بیاد اینطوری بگه، بگه شیمون من اینو حفقر میکنم فقط برای تو، تو خواب یعنی چی حفقر باید برای همه باشه، میتونم بگم فقط من برای تو حفقر میکنم، ممکنه به فروش اینطوری بگه. چون که ممکنه به فروش اینطوری بگه رایت، ما میگیم الانم که اومدی حفقر کلی کردی هنوز چیه؟ هنوز این is not gonna work، یعنی به خاطر گزرا نه به خاطری که هلاخه اینطوره. حالا let's look at the rush. اینجا گیرسای rush یکم فرق میکرد. We have a couple of minutes. Let's see if we could get through this rush. میفرماید میقصتان لریشون و کولان لشنی. rush میفرماید ریشون قنا شنی لو قنا. Case according to rush. شخیف مرا همه خلق نخاساف. طبق ران گفتیم یه بابایی داره غلاما رو داره میده چی؟ داره یه سری اموال میده به غلام، دوباره یه سری اموال میده به یه غلام دومی. راش میگه این در مورد یه شخیف مرا داریم صحبت میکنیم که داره اموالش رو قسمت میکنه و نوتن میخصتان لریشون به قینیان، اولی رو میگیره باش معصه قینیان انجام میده، میده معصه قینیان، میگه تو اینا رو اینو 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 گاو و خر و گوسفند اینا همش تو صاحب میشی، مثل قینیان میکنه. و آخر که اخ آمر کولان لشنی، بعد میاد میگه همه چیز مال دومی. ریشون قانا، اولی اون چیزایی که باش مثل قینیان کرده رو قنه میشه. و ایم آمد اینو خوزر به متنت شخیف مرع، اومدیم و فردا روز حالش خوب شد، پس نباید بده، نمیتونه اون چیزایی که باش مثل قینیان انجام داده رو ازش برگرده. شغم میخزد هره هی که متانت باری، چون که مثل قینیان انجام داده مثل هدیه که آدم سالم هدیه داده. و ایملوت سیوا مخمت میتا، رایت اگر به خاطر این که پای مرگ نبود اینطوری نمیگفت. شنی لوقانا دهوه متانت شخیف مره، با دومی مثل قینیان انجام نداده، پس اگه برگشت و حالش خوب شد میتونه بگی تمام هدیه‌ای که به تو دادم پس بده، تمام اموالش رو طرف اگه واقعا داره میمیره میره هدیه میده، اگه یهو زنده میشد که نمیخواد هدیه بده. سو به کولو و ایم آمد خوزر، حالا اگه اومد و زنده شد خوزر، سو بعد از دادن به اولی خوزر میشه. درست میگیم، ولی از کولا نمیتونی خوزر بشی، تمام چیزی که به اولی داده اولی داده و رفته. سو حالا بک تو گماره یه بار دیگه، پس ما تیورا و میخزاتان لریشون و کلان لشنی ریشون قانا شنی لو قانا. طبق گیرسای گمارمون اگه بریم جلو، اولی قنه میشه، دومی اگه طرف حالش سر جا اومد قنه نمیشه. دست دلاشون آف لو قانا اکوردینگ تو راش. سو گمارا روی این داره سوال میپرسه، تو میگی میقصاتان قانا رایت، پس ویسی که کواناش طرف میتونه اول روی یه مقداری از اموال باشه، دومی میتونه روی تموم اموال باشه، ولی چی؟ اینجا میگیم اگه اومد و هدیه شخیف مره دیگه، اگه اومد و بعدن حال بابا خوب شد، میبینو که این طرف وقتی اومده همه چیزها رو داده به دومیه رایت، چون که همه چیزها داده میتونه برگرده. اینجا هم پس وقتی اومده ندر کرده گفته اول اموالمو میام حفقر میکنم، درست؟ بعد ندر کرده گفته شیمون همه اموال من روی تو آسور باشه، اول حفقر کرده بعدن اومده اموال رو شیمون آسور کرده. باید بود بگیم اینجا اگه حالا بخواد برگرده میتونه برگرده،
پس the question is، پس چرا میگی شیمون میتونه این میتونه چی میتونه این اموالو شیمون یعنی اموالش روش آسوره؟ So again this was the question طبق راش که باید جواب دیگه پیدا بکنیم که چرا طبق ربی یوسه اجازه داره شیمون این اموالو درست این اموال چرا روش آسوره. And the answer was به خاطر گزرت متنت بهت خوران به خاطر داستان ماجرا این که پدر مخصبی تو عروسی پسرش. Thank you for listening. Have a good day.